تو هفته دوم اینا ما رو آوردن روی تپه، روی همین تپه دوقلویی که بعداً خودش شد خط. تپه دوقلو این مقطعی که ما داریم شناسایی می‌کنیم لخته و ما رفتیم روش، از اونجا تا بوسیه رشیدیه اینا رو همه اینا دیدیم. وقتی هم بشیم می‌بریم پایین دیدیم یا ابوالفضل رد پاهامون همونده بلا اینا. گفتم آجاز این چیگاه کنیم اینا رو رمزه دیگه. تو گزارشی که به حاج همت دادیم گفتیم که آره اینجا رفتیم اینا دیدیم، کانال اول، کانال دوم، کانال سوم، چهارم هم دیده نمیشد، توی عمق بود. حسین همونجا هم گفتش که این آخرین شناساییه که ما باید اینجا انجام بدیم، چون همینقدر که رد پامون موند و رمله و فلا اینا، این یعنی این که همین الان لو رفتیم، ما همین الان لو رفته ایم. ما به حاجی هم گفته شما در واقع این اتفاق افتاده، رد پامون هم مونده و فلان اینا اینجوری اینا، چه حالا درد سرتون ندیم اینها. حاجی هم دو مرتبه ول نکردیم دو سر اینا رو که برید یه چی پیدا کنید اینا، یه جارو به خودتون ببندید. حالا بعدا این هم تیکه شده اینا، بچه های مثلا کفتی می شدن اینا، می گفتن که مثلا رد پامون میمونه تو شناسایی، هر راه کاری که تو ما میری رد پای تو رمل میمونه و دشمن رو. بعد یه جوری هم هستش که رمل ها سرازیره به سمت رشیدیه و طاووسیه، یعنی بدون دوربین یه جاهایی شما میفهمی که رد پای دشمن مقابلتون که مثلا ما باشیم اومده به سمت شما. خب این نشون میده که شما دارید فعالیت شناسایی میکنید. باز متوقف نشد کار. حاجی باز هم تاکید که شناسایی های ریستری باید انجام بدید، زمین مسلحه و ما نمیتونیم بگذاریم که شما شب عملیات خونسا کنید و شناسایی کنید زمین رو. تکرار این قصه منجر به چند تا اتفاق شد. یکی این که بچه های سید الشهدا اومدن سمت راست ما. سید الشهدا یه روز تو توجیه زمین سمت راست ما که رملی بود به نام رمل 85، تو اونجا عراقی ها با هلیکوپتر میان سر وقت اینا. مسئول پرسنلی تیپ سید الشهدا توی ماشین بود و با کیف سامسونت و آمار و اطلاعات و اینا، همه به جز اینا. اینا که فرار میکنن عراقی ها ماشین و با کیف سامسونت و با تجهیزاتی که بود اینا همه رو اسلینگ میکنن میبرن. باز اینجا یه اتفاق دیگه. سمت چپ ما توی شناسایی درگیر میشه با عرضم به حضور شما که دشمن توی کانال. ما درگیر نشدیم، لکن یه دفعه یه اتفاق جدیدی افتاد تو ماه دوم کار و اینها. عراقی ها یه خط جدید روی تپه دوقلو تشکیل دادن، تپه دوقلویی که ما تا قبلش روی شناسایی رفته بودیم. یه خط اضافه شد به این داستان، یعنی خود این که یه چیزی معادله مثلا بیش از یک کیلومتر پیچیده ترین موانعی که کمپلکس میتونی یه جا توی یه نقطه جمع بکنی توی مناطق جنگی همین نقطه است. چرا که مثلا حالا مثلا کنت الکساندر دومارانش وزیر اطلاعات وقت فرانسه میگه که ما مثلا چیز میدادیم، کارشناسی میدادیم به اینها، این محور محوری بود که اونها قطع مسلم میدونستن بعد تجربه عملیات الی بیت المقدس و فتح المبین ما اگر گازشو بگیریم از شنان برغازه و اینها یه تک تا پشت الاماره میایم، یعنی میرسیم سر پل قزیله، اپول قزیله هم اونجا و اینها الاماره میاد تو برد تیر ما و اینها. و زمین هم بسیار عالیه چون ما بین دو تا هور عملیات میکردیم، هور الهویزه و هور السناف. این مثلثی ما رو می آورد عملیات ما، حالا اگر نقشه بود یا توی همین این هم بشون بده، قاعده یه مثلث از پاسگاه فکر تا چذابه این دو تا زل یه راست میان جلو، هر کدومشون با دو سه کیلومتر میان جلوتر میان میرسن به پل قزیله که مثلا قرار بوده شب اول یا شب دوم ما برسیم پل قزیله. این نکته ای که آقای سردار بابایی فرمودن که
ما متاسفانه در اثر غرور بیش از حد اصلا جلو پامونو نمیدیدیم ما. حالا این که این نمیشه مثلا به حاجی بگیم که مثلا خب چرا آخه تو این که تو داری آنتنه میکشی حرف از 20 کیلومتر داری میزنی. بعد اینجا الان من اطلاعات عملیاتی که تقریبا هر شب داریم میریم اینجا رو تایم داریم میزنیم، یه تیم 4 نفره 5 نفره هستیم، کوله سبک گوله میکنیم توی اینجا، گم نمیکنیم همدیگر رو. ما 7 شب که حرکت میکنیم، ما 1 شب خودمون میرسیم به خط، یعنی 3 ساعت 5 ساعت 4 ساعت 4 ساعت و نیم ما به کوب میریم، میرسیم به لب خطای کمین دشمن. حالا همینجا هم بگم اینها با این عزیزم آقای آقا رشید دعوا از اینجا شروع شد توی چند شب قبل از عملیات. گفتن خب تعیین کنید اینا ساعت زدن به دشمن. ما خودمون اطلاعات عملیاتی هستیم، 5 نفر گوله میکنیم میریم، 1 میرسیم. الان که تو میخوای 6 تا گردان را بندازی، 1 کسی فقط حوض کنه بند کفششو ببنده، بلند شه ببینه گردان رفت اون تاریکه مطلق، یا آب بخوره، یا گردان برنامه برداری وایساد می حواسش نبود رفت، اینا بخوان همدیگر پیدا کنن، اصلا نه ولش کن هیچ کدوم این اتفاقات پیش نیاد، یه تک بیان اینا این پشت سر این آقا به عنوان فرمانده گردانشون بیان. من نظر شما چقدر ما 1 میرسیم بالاخره باید دقیقا همین بحث شد 3. بعد در نهایت دعوا شد تو اینجا که مثلا آقا فلان اینا گفتن آقا وقت نداریم ما باید بزنیم خط و اینا پاک سازی کنیم بریم رو جاده اسفالت عباس خورم، بریم رو جاده میگم عباس خورم رو جاده چذاب فکه رو جاده مرزی اینم عبور کنیم برسیم به کانال 3 و 4 اینا و بعدم فلان، وقت نداریم مثلا اینا. چی میگید شما اینا؟ که همون شد که همون شد اینا، یعنی ما رسیدیم که نرسیده عزیزان زدن به خط اینا، طلا همه رو هوا بود، منور رو هوا بود ایشو اینا بلند. حالا در حین شناسایی اتفاقات دیگری هم افتاد، تقریبا 10 الی شاید 12 عامل زمین رو سوزوند حاج محمود، یعنی 12 عامل دست به دست هم دیگه داد که توی جلسات شبهای آخری که تصمیم برای بود که عملیات بشود یا نشود همه مطرح کردن. یکی گفت ما لو رفتیم، یکی گفت ما اسیر دادیم اینجا، یکی گفت فلان اینها. ما هم که حالا داستان این مرتیکه بی همه چیز هم که اتفاق افتاد، ما عصری رفتیم شناسایی تو نقطه رهایی، وقتی برگشتیم بچه ها گفتن یکی کمه، یعنی این نرفته بود شب مثلا خوش ترسیم، تو همون عصری که رفتیم دیدگاه فکر کنم دیدگاه بهشتی بود، حالا اینم صیاد شیرازی اتفاقی افتاد اونجا، اینم به یادم بندازید که من بگم بعد جایی بود و شهید بهشتی و آره یه دیدگاه شهید آره باریکلا آره باریکلا تو یکی این دیدگاه یا با هنر بود یا بهشتی رفتیم برگشتن اینا بچه ها گفتن که آجی این بابا نیست. گفتیم یعنی چی نیستیش اینا؟ 2 مرتبه شب اومدیم و فلان اینجا و یه روز وایسادیم اینا و یه دفعه تلنگ کار در رفت که همه چیزایی که راجع بهش میدونستن اومدن گفتن که آره این اینجوری بوده و این فلان بوده و اینا تلنگی جرمیه، ولی کم حسن فلان این همین ادا اطفارای نماز شب خوندن و نمیدونم فلان اینا که از اونجا اینو میندازنش بیرون میره اخراج بشه. ما تو جذب نیروی جدیدی که رفتیم این معرفی میشه به پذیرش و اینا، اتو اطلاعات عملی ها سر در میاره بی پدر. بعد میره توی مجموعه حاج محمد جوانبخت، میاد تو اونجا و اینها و این اتفاقی که پیش میاد. صبح روز دومی که اسیرا رو تخلیه کردیم، عراقی ها گفتن که با این مشخصات این بیشرف اومد و با زیر پیرنی سفید و کالچ عملیات نشون داد و اینها و خیلی اطلاعات زی قیمتی به ما داد که قصد شما مبنی بر عملیات و فلان اینا، که بعد از اینکه اسرا هم اومدن ایشون پیروزمندانه آزاد شد. آخرین خبرش هم کرج داریم ما. بماند اینا این حق بماند. این 10-12 تا مطرح شد که آقا اینا همه عملیات چیز داله برای اینکه ما عملیات نکنیم.
حالا جمهوری اسلامی تصمیم گرفته 500 هزار نفر رو، نیم میلیون نفر رو آورده پای کار، ده گردان بندی های مختلف و چادر زده، کمپ زده، آورده تو خط اول آرایش شد و اینها، همه چیز رو دشمن میدونه و بلان. همینطوری که حالا عزیزم گفتش که همه میدونستن اینا، تو صف نونوایی ها یه چیز عجیبی هم اتفاق افتاده بود که این هم خیلی واقعا، یعنی مثلا ما کالک ماکت زده بودیم، اینا این بچه ساتری بچه های دانشگاه امام حسین بودن، ماکت رو زمین درست شده بودن، هر روز تا رده گردان و گروهان توجیه می شدن روی این قصه. اینا معروف بود که مثلا می گفتش که یارو می گفت باله به شوخی می گفتن، گفتن رفتیم دستپول نون بخریم، اینا تو صف بودیم اینا، یارو گفتش که اینقدر شلوغ بلوغ نکن آقا، این کالک عملیات اینا توجیه بشید، اینا که از کجا میخوایم بزنیم تا نوبتت برسه مثلا به نوبایی اینا. یا مثلا اینم تیکه بود، اینم گفت رفتم مرخصی، بعد مثلا ننم داشت رخ میشست، اینا گفتن که گفت چرا میخواید فکه بزنید، اینا گفتیم ننه فکه چی کجا، اینا گفت بابا اونجا موانع زیاده فلان اینا، همین ادامه شلمشه رو برید شما اینا، اون مسیر میره به سمت بزرگ خوب، کجا رفتید دور شدید، اینا گفت همجور داشت رخ میشست، گفت دیون. حالا به شوخی به جدی اینقدر وضع اوپن بود به قولی معروف که نمیدونم هم واقعا چرا اینجوری بود، یعنی مثلا با چه نیتی ها چه مد و سایر حد از بالا تا پایین اینها از 20 روز قبل از عملیات راجع به ریز راهکارهای عملیات همه همدیگر توجیه میکردن، هنوز برای خودم علامت سواله و حاجی مد هم تأکید داشت اینا. البته حاجی تأکیدی که داشت این درست بود، میگفت مثلا آجی میگفته این که بچه های تهران یه ویژگی دارن، اگر فقط فرمانده گردان ها رو توجیه کنید، بچه بسیجی ها توجیه نباشن، اینا بنا به دلایلی تو اول عملیات اینا تلنگشون در میره، بچه ها بلا تکلیف میمونن، توجیه نمیشن راجع به عملیات، اینا ول میکنن میان، بچه های تهران هم کنجکا و هم فلان هم توجیه نشن، ولی اگر توجیه بشن اینا هر کدومشون یک فرمانده گردان هن نگه میدارن خط و فلان. این تحلیلش راجع به بچهای تهران درست بود، فلزاد تاکید این داشت که این همه رو توجیه کنه بچه‌ها رو، مثلا فرمانده گروهان شهید شد، معاونش شهید شد، اینا ما بقیه توجیه باشن که چه اتفاق.